اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام به حضرت شما و تبریک این ایام خوب شریف مبارک به حضرت شما به معنی واقعی کلمه مبارک، چون پر از برکت. از من بپرسید مبارکتر از این روز در دنیا نمیشناسم و حتی در مقایسه با اعیاد دیگر مثل عید فطر و عید قدیر، با اون که میدونید اعیاد بزرگ ما هستن، در روایت با عنوان عید قدیر دوم، عید فطر ثانی ازش یاد شده، منتها در کنار و به سبب همه مظلومیت امام زمان در همین حوزه هم آقامون مظلومه و حواسا پرت مسائل حاشیه‌ایه، یعنی جشنایی رو انداختن و نمیدونم که هیچ ربطی هم به نوح ربی نداره. خلیفه دوم 23 ذی‌الحجه در واقع مورد ترور قرار گرفت، سه روز بعدش هم بعضی میگن 26 تا 29 میگن 23 تا 26 فوت شد. هیچ ربطی به نوح ربی نداره. من فقط ربطش به اینه که ایدی که ربط به امام زمان عجل الله داشته دیده نشه. بعد عین عید قدیر بزرگ برگزار میشد که نمیشه. بعد عین عید فطر سر و صدا میکرد که نمیکنه. اینم بذارید کنار بقیه مظلومیت امام زمان عجل الله. منتظر یه کاری کرد دیگه، ممکن نمیدونیم بشینیم. حالا بقیه تو الان اشتباه کردن، در حالی که ما در روایتمون داریم علما مراجع ما ببین چه تاکیداتی راجع به نهم ربیع دارن. ولی یک نکته هم اینه که آقا یک نفر تا میخواد یه کار فرهنگی بکنه میگن کار مهدوی بکنه میگن آقا حجتی هست، انحرافیه، نمیدونم فلان. به سبب اینکه ممکنه یک جای ماشین تصادف بکنه که آدم رانندگی رو کنار نمیذاره که، حالا میخواد یه گروه های جریانات انحرافی بیان رو بحث مهدویت دارن اونا کار میکنن، این دلیل نمیشه که ما کلا مهدویت رو بذاریم کنار. بنده اعتقاد دارم بیاید مهدویت و اصولی و انقلابی رو راه بندازید مثل یه سیل، اینا رو مثل سنگ میغلتونه میبره. همین دیروز یک مراسم کشوری ما هماهنگ کردیم، الحمدلله مرکز تخصصی مهدویت بنیاد ملی حضرت مهدی موعود، نه همه اومدن پاکار در 30 تا استان، عموما مراکز استان و برخی از استانات و دو تا 60 تا شهر مراسم برگزار شد. دیروز میدان امام حسین یک جمعیت زیادی میگیره دیگه، میدان وسیعه پر از جمعیت شده بود. خب مردم میان، اون تازه روز غیر تعطیل و با این گیج بازی هم که مجلس در آورده دیده میگه 9 ربیع تعطیل کنه، 8 ربیع تعطیل کرد، بعد گفتن اشتباه کردیم کلا تعطیلیشو میخوایم برداریم. یعنی معلومه چی کارن اینا، دارن چی کار میکنن، خودشون هم نمیفهمن میخوان چیکار کنن، بعد میخوان بر ما تصمیم درست بگیرن. خلاصه این رو هم باز بذارید روی ادامه مظلومیت های امام زمان عجل الله، که روز آغاز ولایت امام زمان عجل الله باید در حاشیه قرار بگیره. شک باشه تعطیل بشه یا نشه، شک باشه تعطیل بشه یا نشه. امام حی و حاضر، از این جهت که امام حی و حاضر هستن ایشون، فلذا آغاز امامت ایشون اهمیت بیشتری دارد از آغاز امامت بقیه ائمه. یه دعایی داریم ما استغاثه میکنیم از اهل بیت، عبارتش اینه که حالا میگه یا محمد یا علی اسم میبره، بعد یا فاطمه زهرا یا مهدی ادرکنی. طرف حالا آقا صاحب زمان در مکاشفه دید چطور بود، که آقا این جمله به لحاظ عربی غلطه، ما اسم 3-4 نفر رو داریم میبریم اما میگیم ادرکنی، فعل یه نفر رو استفاده میکنیم، بعد میگیم ادرکونی جمع ببندی. بعد حضرت فرمود نه خیلی درسته. گفت آقا چطور ممکنه ما اسم پیغمبرم میریم، از زهرا میریم، امیرالمومنین هم میریم، بعد میگیم ادرکنی. حضرت فرمود شما از اونها هم که بخواید تا من امضا نکنم بتونی هیچ کی، خدا هیچی نمیده، امام حی و حاضر منم. کائنات به توفیلی وجود ایشون داره میچرخه. رزق و روزی تو شب قدر تنزل الملائکه و روح بر او نازل میشن و او داره امضا میکنه که رزق کی چی باشه. این خاصیت امام زمان هر وقته. امام حسین الان، امیرالمومنین الان، امام رضای الان، منتها چه کنیم مردم گیر کردن توی جاهایی نمیفهمن امام زمانشون. اینم از مظلومیت های امام زمان. بنده نظر من حالا نمیدونم، نظر خودم، منتها استدلال دارم با احتیاطش لازم بحث بکنم، مناظره بکنم، اینکه مظلوم ترین اهل بیت بنده امام زمان میدونم. امیرالمومنین 25 سال خونه نشینی، 1100 خورده ای سال خونه نشین امام زمان. امام حسین یه عاشورا بر اوشون گذشت،
امام زمان عجل الله 1100 خورده ای سال عاشورا داره برش میگذره. شما فکر کردید مثلا اگر ابا عبدالله جا علی اصغر یه بچه یکی دیگه از اون افرادی که تو سپاه بودن و برداشته برده بود آب بگیره، مثلا کمتر گریه میکرد؟ کمتر جگرش آتیش میگرفت وقتی به شهادت رسونن حضرت علی اصغر؟ اهل بیت اینطور میفهمید؟ یعنی فرق میذاشتن؟ هر بچه که تو یمن داره به کشته میشه اینطور ناجوان مردانه، یه علی اصغر رو دست امام زمانه. شما بگم امامی که میفرماد ما با سردرد شما سردرد میگیریم، با خوشحالی شما خوشحال میشیم، و بچه شیش ماهایی که دارن تیکه تیکه میشن میره با دل امام زمان چه میکنه؟ فلزا صبح و شب باید گریه کنه. و چطور گریه کنه؟ بدل دموع دما، عوض عشق خون بیاد. هر روز روزه امام حسین داره میبینه ایشون، هر روز هر روز کل یوم عاشورا مال ایشونه، کل ارض کربلا مال ایشونه، مظلومه در شیعه خانه امام زمان مظلومه. اون از نیمه شعبان که عده‌ای با مطرب خونه و کنسرت خونه اشتباه گرفتن شده شب دایره تنبکاشون، شب به دنیا آمدنشه، امام حی حاضر، تولد ائمه مبارک، واقعا باید گفت مبارک. تولد من تو که مبارک نیست، مگه چه تحفه‌ای هست من تو که مثلا مبارک بشه؟ مثلا چیکار کردیم برای دنیا؟ ما به دنیا اومدیم چه برکتی هم در دنیا تزریق کردیم؟ لابد برای تولد اهل بیت مبارکه که یک اتفاق مهم در هستی است، هدایت رو داره خدا ساری و جاری میکنه برکت وجودی آنها. اما همه اهل بیت به شهادت رسیدن، یه جوری آدم نمیتونه تولد برای امام حسین بگیره تشکریش نگیره، یه جوری یه حسی میکنه سه عجیب. اما تولد امام حی حاضر چی؟ هیچ، در حاشیه. نوح ربیع هم سال روز آغاز امامتش در حاشیه، یک جشن درست کردن معلوم نیست چی. ربطی نداره، گفتم 26 ذی‌حجه است، چه ربطی به نوح ربیع داره؟ مون تو مردم عوام دیگه بعد همینجوری گولشون زد دیگه، بگن آقا حواست تو اینجا داشت، با اصلیه کار نداشته باشه. شیطون وقتی میخواد کار بکنه عزیز دل من، نمیاد بگه این کار نکن، اصلا خیلی پدر سوخت است، خیلی حرفه‌ای تر از این حرف هاست. میگه چه کسایی رو پنچر کرده در طول تاریخ؟ بلعم باوراها، زبیرها، اونا رو زده زمین، جغل بچه این واسش. شیطون نمیاد مقابله کنه با یه چیزی، میاد ماهیتش رو تغییر میده. شیطون هیچ وقت نگفت دور کعبه نچرخید، هیچ وقت، هیچ وقت، چون میدونست نمیگیره. رفت بوتش رو گذاشت تو کعبه، گفت برید بچرخید دورش. همین چی شد؟ گفت برید. فکر کرد اعراب جاهلی حج نداشتن، مراسم نداشتن، دور کعبه نمیچرخید، میچرخیدن منتها برای بحبل و لات و منات و چه برای اینا میچرخیدن. میاد و هویت رو تغییر نمیگه، به این لیوانو دست از این مایه نخور، اینا نجسش میکنه، میگه بخور. نمیگه گوشت نخور، میگه گوشت خوک بخور. نمیگه هیچ شرابی ننوش، شراب یعنی نوشیدنی، شراب عربی، میگه به عرق بخور. شیطون ماهیت ها رو تغییر میده. لا ازینه، خودش میگه من تزیین میکنم، من خوشگل میکنم، من تو کار مزخرفاتم. زخرف تو زبان عربی یعنی آبطلا. یه کاسه ای رو آب طلا میدن فرق داره با کاسه طلایی از زمین تا آسمون. شیطون کارش تو کار مزخرفات، میگه همونه دیگه، اینم قشنگ برق میزنه، آب باریکلا برای تواره. شیطون تخصص اینه داره، مثل بعضی این رستوران بین رایی گوشت الاغ و خوب ادویه بزن جا گوشت گوسفند بهت بندازه. میگه خوشمزه بود، میگه آره خوشمزه بود، بخور نوش جون. اومده این کارو کرده، میگه مبادا توی نوح ربی حواس شیعیان به اینجا بشه. بابا یه امامی ما داشتیم، ما یه امامی هم داریم، ما اصلا اینکه پرتیم. آقا امام زمان از زندگی برخی از ما حذف بکنن، خدا شاهده میلیمتر نیور اونور نمیشه زندگیمون. یعنی چی؟ یعنی اصلا کنده و حضور نداشته امام زمان تو زندگیمون. تعارف داریم؟ آقا فرض بکنیم مثلا اعتقاد ما این بود، امام زمان وجود ندارد، قرار است به دنیا بیاید، مثل اعتقاد برخی از اهل سنت که راجع به مهدویت اینطوره، چه فرقی میکرد زندگی ما؟ ها چه فرقی میکرد؟ ها یه آقای قرار به دنیا بیاد، نمازمون که باید بخونیم، خب پیغمبر گفته دیگه میخونیم، روزمون هم که باید بگیریم، مال حروم هم مراعات کنیم، آخر زمان هم اصلا داد بیداد بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، ربا زنا کثافت دنیا رو گرفته، خب چیکار خاک تو سرمون؟
این امام حی و حاضر با امامی که حی و حاضر نباشه چه فرقی داره زندگیم؟ هیچ. لاف میزنیم، دهنا باز برای مزخرف گفتن، برای ادعاهای پوچ. آقا تعارف من اگه معمولی حرف گل و بلبل بزنم، یه چهار تا دست بزنه، چهار تا سوت، و حالا اینجا که نمیتونی بیرم یه غری بدی و بلنشی بری خونتون، من این کاره نیستم. میفرماد من ماتم، هر کی بمیره. کی میفرماد؟ پیغمبر. پیغمبر چی؟ صادق یا نه؟ راستگو یا نه؟ شک داری؟ اگه شک داشتی که اینجا نمیبودی. پس راستگوه. ببینیم چی فرموده. هر کی بمیره امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. نمیفرماد و لم یعلم، ندونه، اسمشو بلد نباشه. میفهمه لم یعرف، نشناسه، شناخت پیدا نکرده مرگ جاهلیت مرده. مرگ جاهلیت یعنی عین همون عربای بت‌پرست. یعنی دینداری این آدم به سمت کعبه هست اما محتواش تغییر کرده، فلز بت‌پرست. جاهل میمیره، با عرب جاهلی هم محشور میشه. ناراحت هم هست، بود درک کنارت، بود چیکار کنه واسه تو؟ چرا نفهمیدیم وقتی معصوم فرمود؟ این از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنه دیگه، مسئله الامام که مسئله کعبه، مسئله امام مسئله کعبه است. چرا نفهمیدیم خدا عمدن امیرالمومنین تو خونه کعبه به دنیا آورد که بفهمونه با ما روح عبودیت همینان، وگرنه اون سنگه، یه نشونه است که ره گم نشود. چهار تا سنگ چیدن دوره همون چهار تا سنگ، و هر جای دیگه هم خدا میتونست دستور بده بچینن. از این سنگ ها جای دیگه هم داشته تو بیت المقدس هم گفته بچینید. ما میدونیم اون بکه مبارکه موضوعیت داره، اون زمین موضوعیت، اون موضوعیت اون زمین شرف، شرف المکان بالمکین، شرف اون مکان به اون کسی که به اون روح میده، به اون هستی میده، به اون معنا میده. وگرنه این قالب چیه؟ اینا لیوانه، توش آب بریزی یا توش نجاست بریزی؟ خودش یه چیزی نیستش. این برای این بابا، اینو کسی اینجا نیاورده که من کاغذ بخورم، اینو آورده من توش آب بریزم بخورم. ول کردیم ما با چسبیدیم به کاغذه. این دیوانه ها داریم در مورد نقاشی روی لیوانه حرف میزنیم. شیطان همینو میخواد. دایره تنبکی درست کرده دکون دستگاهی، و توهممون هم اینه که هیچ کدوم از اعرابش، بگم هیچ کدوم از اعراب جاهلی اینا نمیگفتن الله وجود نداره ها. میدونید که اسمای بینشون راجب عبدالله یعنی چی؟ یعنی بند عبد خدا الله. این اسم عبدالله ما تو بین حتی مشرکین هم داشتیم. اینا میگفتن او خدای خدایانه، یا هبل و نمیدونم چه و چه، اینا های دیگه هم هستن. ما چه فرقی میکنیم وقتی که بگیم آره اون زمانی هم هست، اون تا اینا هم هست، اینا هم هست. اینا که ما میگیم این دکون دستگاهی که خودمون ساختیم. بابا بیم بیرون از این توهمات خود بافته و خیش بافته خودمون. الان بدون شناخت اون زمان بمیری، عین مرگ ابو جهل من و شما مردیم. مشرکانه است مرگمون. ابو جهل هم الله رو قبول داشته به من خدای خدایان. من یک سوالی از شما دارم. یه جا تو قرآن برای من بیارید که بگه شیطان خدا رو به یگانگی قبول نداشته. بیارید اگه میتونید پیدا کنید. همه جاش داره میگه من قبول دارم خدایتون. خودش تو روز قیامت اینا آیه قرآن دادش در میاد که وقتی نگهش میدارن جهنمی‌ها که دارن میبرن همه اینا حواله شیطان میدن گناهشون. یه تفسیر این پدر سوخته بود. من پدر سوختش تو قرآن نیست، من نمیگه خودم. بعد این تفسیر این بود و بعد نگهش میدارن. شیطان میگه خدا اینا خیلی احمقن. من به اینا هیچ ربطی ندارم، اینا خیلی بی شعورن. من میگفتم خدا نیست اینو باور میکنه. چرا ما احمق باید بشه؟ میشد شاید عقل میداشتم میفهمیدم. اینی اخاف، من خودم میترسم از تو خدایا، تو رب عالمینی. شیطون میگه. پس شیطون در زبان چیه؟ موحده. شیطون معاد رو هم قبول داره. حواست هست یا نه؟ توحید رو برات زدم رفت، زدم که آنه دارم توضیح میدم. مثل معاد، شیطون معاد رو قبول نداره. خودش میگه لا یوم یوبعثون، میگه من تا روز قیامت من به هم وقت بده. یعنی چی قیامت رو قبول داره که میگه تا روز قیامت؟ شیطان پیغمبر رو هم میشناسه. مشکل شیطان دو تا چیزه. یک، با عدالت مشکل داشت، خدا رو عادل نمیدونست. گفت رب فب ما اغویتنی، خدای گمراه هم کردی،
خدای جلو رشدم رو گرفتی، این عادلانه نبود این برخوردی که با من کردی سر این آدم. دو، خلیفت الله قبول نداشت. میگفت خود الله قبول دارم، خلیفه‌شو قبول ندارم. خلیفه یعنی جانشین، یعنی خلفشه. من جانشین قبول ندارم. میگم بچهای پامنبری ما مهندسه، یه ترکیه بوده، بعد خیلی هم بلد نیست آیات قرآن رو اشاره بکنه، فقط میدونه یه همچین آیه داریم. عربیش هم که وقتی میگه اصلا فاتحه آیه رو میخونه. بعد و یطعمون الطعام على حبه و اطعام محبین، خودت میفهمی طعمه و حببه و اینا، میفهمی کدوم آیه رو داره میگه. خب باز مفهوم هم دانه معنی بگیرد مرد عقل، مهمم چیه. حالا این آیه رو داشت تلفظ میگه او ا گفت، فهمیدی کدوم آیه است یا نه؟ میگفتش که یکی از این ران تاکسیای ترکیه بود، سلفی بود، یک ریش بلندی هم گذاشته بود، سیبیلش هم تراشیده بود. میگم گفت تو کجایی هستی؟ چون خب سالها این استانبول رفت آمد داشته، زبان اونها رو خوب یاد گرفته. خوش ترکی حتی از آذری های خودمون هم نیست، فارس، ترکی رو خیلی خوب یاد گرفته. بعد میگفت، گفتم ایرانی ام. گفت شیعه سنی چی؟ گفتم شیعه ام. او حیف شما ایرانی ها با این تمدنتون مثلا این چیزا، حیف که مشرکی. میگه این بنده خدا نیم ساعت برای من توضیح داد، در مورد توحید گفت، اصول دین داشت به من درس میداد، نبوت گفت و معاد. گفت نیم ساعت 40 دقیقه برای حرف زدیم، ما رسیدیم به مقصد. رسیدیم به مقصد. گفتم که خب جسارت من این نکته بگم. گفتم تا خب تا الان که شدی شیطون، بقیه شو بگو. میگفت این خشکش زده بود. واسه کرایه حساب کنیم آی عمو. گفت کل دینداره یا روی جمله پاشیدم رفت. تو خود تا الان که شده شیطون، اینا که گفته همه رو شیطون، حتی بهترم قبول داره، بیشترم زور زده، تو خود بکشی 6000 سال نمیتونی نماز بخونی. اما چون خلیفت الله نمیشناسه جاهله. جاهل جای بهشت، جاش تو بهشت نیست. روایات رو بخونید، قرآن بخونید، بهشت جای عاقلاست نه جای جاهلا. ما تمیتتن جاهلیه. فهم کنم مثلا اسم بلد باشی، میخواد تقلب سر کلاس انگاه میخواد ببریم، مثلا لحظه مرگ مثلا مسیحی باشیم، یهودی باشیم، لحظه مرگ یایی بگیم اه نکیر و منکر اومد، ای بابا این مسلمان راست گفته. خب امام چی بوده سوشا؟ مدرسه های همین ها درس خونه بلدیم، اینو باشون زندگی کرد. اولی امام علی بود، دومی امام حسن، حله بریم بهش. بچه موقع گول بزنی یعلم نیست، یعرفه، باید به شناخت برسی. یعنی تا الان هر چقدر عمر گذروندی، نمیدونم دیگه، الحمدلله از ابتدایی تا انتهایی تو جلسه داریم. خب تا الان چجوری چشمم نزدی گذشت؟ بعدش هم همینجوری میگذره. آقا اون لحظه به خودت میاد که به خودمون میایم، به خودمون. همین که دارم مخاطب لفظ میگم، شما بزرگواران عرض میکنم نوعیه، یعنی همه رو دارم میگم، در رأسش خودمو میگم. همچی خرمالمون بکنه اون لحظه که نفهمیم، بختتن سراغمون بیاد مرگ، مثل خیلی از این اعلامیه یا خبرها رسید آقا فلانی فوت شد، اه اون که دیشب دیدیمش، اه اون که دیروز، اون که هفته پیش، سراغ من تو. جووناش دارن همچین خوشگل سکته میکنن، مرگ فجعه انقدر زیاد شده که یه فرقی بین پیر و جوون نی. وقتی اومد خیر مالمون کرد، میخواد دهنت بچرخه، فقط اونجا بر مبنای علم حرف نمیزنی، بر مبنای عرفان حرف میزنی. اگه به شناخت رسیده باشی میتونی حرف بزنی، وگه نه به دونستنی نی. مثال برات، باور تو جوابگوه، نه دونستن. بین دانستن و باور داشتن فرقه. شما از همین جمع اینجا نشستن بشه بگی یه جنازه که قبض روح شده اون بغل افتاده کاری برمیاد؟ همه میگن نه، یه تیکه لاشه است. علمی هم برای دلیل میارن، اون دیگه مغزش فرمان نمیده، قلبش کار نکرده، فلزا گردش خون نداشته، چون گردش خون نداشته اکسیژن به سلولاش نرسیده، غذا نرسیده، سلول ها مردن، اون یه تیکه لاش است. با یه تیکه سنگ هیچ فرقی نداره، زود خاکش کنید و اینا بوگندش همه جا رو میگیره. بعد بهش که جسارتون رو ایشونی که الان کاری ازش بر نمیاد، یه تیکه لاش است، شب حاضری باهاش توی اتاق بخوابی؟ همه در میرن. چرا؟ چون باور ندارن مرده کاری ازش بر. میگن میدونن مرده کاری ازش بر. سه ضرب المثل می مردی. یعنی پاشو دیگه تکونه بخور. کسی که کاری ازش بر نمیگه مردی. اما کی باور داره مرده شوره؟ اون که تو سردخونه کار میکنه. ها؟ یک سوم شاید یک نصف تا سواد تو هم نداشته باشه. بابا پزشکی خوندم، این سوال من دانشکده پزشکی پرسیدم،
گفتم راست حسینی خدا بزنه به کمر آدم دروغگو، کدومتون حاضرید با این مرده؟ یک نفر دستشو تای خانومی دستشو بلند کنه، فکر کنم فلان لافشو زد دیگه، لاف در غریبی بود. حالا باید بریم سرخونه، میخوابه یا نمیخوابه ببینیم چی میشه. یه واقعیته، با دانسته ها جواب نمیدی، با داشته ها جواب میدی. اون موقعی که تصادف میکنی، اون موقعی که ترمز ماشین نمیگیره، اون موقعی که ته ماشین سر میخوره، اون موقعی که لاستیک چپ میکنی یا داد میزنی، اونه اون به کی بنده؟ و همون میز بچه رو دیدی تو مشکل برش پیش میاد داد میزنی که مامان، داد میزنی دیدی بابا، تا میترسونی دنبال ننه باباش میگرده، اون بند دلش به بند دل مادر پدرش، چون خدای اون اینا. اون لحظه که داری میگی یا صاحب از زمان، یا امیرانو، یا ابوالفضل، اون کسی که بند دلت بهش بنده، اون داشتته نه دانستت. بعد با خودت میگی ای تو این همه امام چرا من این یه امام رو صدا زدم؟ متوجه شد چی؟ پس در این شک نکنید که ما اگر دینداریمون دینداری بدون امام زمان باشه. یک سوال، شیطان میدانست حضرت آدم خلیفه الله است یا نه؟ میدونست، خدا گفت مثل واضح تر به این سجده کن، کیه این خلیفه؟ اینی جائلان فی الارض خلیفه، من بر روی زمین میخواهم خلیفه ده. یعنی واضح تر کور نبود، کرم نبود، تو همون جمع حاضر بودش گوش میگه. منطقه خلیفه الله میدانست اما باور نداشتش. دینداری های شیطانی است دینداری بدون امام زمان. دینداری بدون ولایت امام زمان خاخامیسم است که پیغمبرا رو میذاشتن کنار، پیغمبرا رو میکشتن. پیغمبرا از نظر اونا پستچی بودن، میگفتن پیام خدا رو آورد، کتابش رو داریم، خودشو بکشید، خودشو میخوام چیکار، کتابش داریم، خودمون میخونیم. مگه نبود در بین صحابه پیامبر برش بود؟ حسبنا کتاب الله، همین کتاب خدا بسه. ان الرجل لا يحجر غلب عليه الوجع، این مرد داره هزیون میگه. پیامبر هفت جای صحیح بخاری اومده، صحیح ترین کتاب اهل سنت، هفت جای صحیح بخاری اومده. پیامبر لحظه در حال احتضار بودن، حضرت فرمود که آتونی به صحیفه و دوات، برای من قلم کاغذ برام بیارید، اكتب لكم شيئا لن تضلوا بعدي، براتون یه چیزی بنویسم بعد از من هرگز گمراه نشید. لن تزلوا، لن یعنی عمرن گمراه نشید. یکی از صحابه بلند شد گفت بده من ببینم بابا، قلم کاغذ بده، گرفت پاره کرد تیک تیک انداخت. ان الرجل لا يحجر، داره حزیون میگه این بابا، الرجل، ان الرجل، این مرد، پناه بر خدا، داره حزیون میگه، حزیون گویی باش غلبه که نمیفهمه چی میگه، پاره کرد انداخت اون طرف. بعد سوال شد که آقا چرا بعدن که بلند پس پیامبر فرمود قوم انی، پاشید برید بیرون. دعواشون شد، صحابه دو دسته شدن، یه دی گفتن بذار بنویسید، یه گفتن نمیخواد بنویسه، طرف اون گرفتن. میگن چرا بعدش پیامبر ننویسه؟ خب معلومه پیامبر اگه مینوشتم گفتن چی؟ در حالت هزیانگویی نوشته، در کمال صحت و عقل و چه و چه و اینا نبوده. این نگاه به پیغمبر بوده. دینداری که تو فکر مثلا خیلی ها نمیدونستن آقا امیر، آقا پیامبر کیو بعد از خودش مشخص، علی رو همه میدونن، خب چه سراغش هم؟ نه تو وحی اینا، حالا ما هم یه حرفایی داریم بالاخره دیگه. نه دیدن تو حرف میزن، چرا تو قرآن نیست آیاش؟ را کورن نمیبینن تو همه آیان، اسم امیرالمومنین تو قرآن، اسم امیرالمومنین تو قرآن هم هست، اول بدونید. دو جا به صورت صریح ما روایت داریم، اینا تفاسیر بنی امیه حسبش کرد، دو جا نام امیرالمومنین در قرآنه، یعنی اون علی که گفته شده خود اسمه. حتی اگر شما اسم در نظر نگیری تفسیر به هم میخوره، معنی به هم میخوره، مفهوم به هم میخوره. ها قبلا سخنرانی کردم، محل بحثش، محل بحثم نیست. یعنی نگاه اینجوری داشتن، حالا این وحی اومد، این کتابش خودمون میخونید، دست شما در نکن. آی پاسشی خداحافظ، شما خوش اومدید. 140 تا 170 بار من وقت گذاشتم شمرده، 140 تا 170 تا مشاجره قبل از شهادت پیامبر بین پیامبر و صحابش نقل شده. پیامبر یه حرفی میزد، یه فرمایشی میفرمود، گفتن ای نظر شما اینه، جسارتا نظر ما اینه، آی قرآنه، وحیه، آی وحی نیست ساکت، ما هم حرف داریم. اعتراض داشتن به پیغمبر، بید بخونی.
امیرالمومنین وقتی به حدی که پیامبر بیم و خوف اینا داشت من دست علی رو ببرم بالا همینجا میکشنمون، همینجا شمشیر میکشن، که خدا فرمود نه ترس بابا ما والله یعصمو کمن الناس، من حفظت میکنم، نه ترس جان خودشه، ترس که همینجا دین اسلام چی میشه، همینجا قتل عام میکنن تمام میکنن کارو. چنان پیامبر در سینه ها اینا بغض میدید که پد دم از امام زمان زدن یه حرف، امام زمانی بودن یه حرف دیگه. عمر سعد هم امام حسین رو قبول داشت. قبول یعنی چی؟ دوستش داشت. در بخونید تو تاریخ میگه وقتی اون رفت سمت گودال، حضرت زینب فریاد زد سمت عمر سعد گفت یا عمر اتنظر، داری نگاه میکنی نظارگری و یختل ابا عبدالله، داری نگاه میکنی حسین رو دارن میکشن. روش برگردن شروع کرد شور شور همجا عشق میده خوب صورتش. دوستش امام حسین گفت حسین من دوستت دارم نکن این کار دیگه، منتها دیگه چه کنیم، تا باورش نبود دیگه، اون آره خوبه آدم خوبیه، باور این بود گندمای ریل، باور مال دنیا، باور زن و بچه‌ام، باور خونم تو کوفه. حساسیت های ما اینه همه؟ دوزگیرامون حساسیتشون اینه همه؟ نسبت به عقاید دینیمون؟ بعد این دوزگیرات یه گربه میره سمتش داد بیدادش در میاد کل محله برمیداره، بعض ماشین میزنه بهش تکون نمیخوره، لقد میزنه این صاحب ماشینه که تکون نمیخوره، چه دوزگیری. آدم ها متفاوتن، درجات ایمان متفاوته، مقداد درجه 8 ایمان 10 درجه داریم، ابوذر 9 بود روایت داریم، حضرت سلمان 10 بود، حالا فرق 9 تا 10 خیلی زیاده، تا این حد که میگه اگر ابوذر میدونست چی تو ذهن سلمان میگذره میکشتش. یعنی چی میکشتش؟ یک معنی میشه که ابوذر سلمان رو میکش چون نمیتونست درک کنه اون چیه اون حقیقت، دو اون دانسته ابوذر رو میکشت. این مرجع زمین رو ببینید به چی برمیگرده. همین الان هستی که مثلا ما در حوزه امام خمینی به خاطر اینکه فلسفه رو قبول داشت یک سری از علمای حوزه میگفتن عذر میخوام از منظور بدونه دیگه، گفتن نجسه، گفتن کوزه که صدرالله توش آب میخوره آب نخورید نجسه، چون فلسفه قبول داره، چون اینا نمیفهمیدن امام چیه برداشتی از دین داره، اینا متوجه اون نبودن، هر دو شیعه هر دو عالم هر دو متوجه چی میگم. این یه مثالی برای اینکه جا بیفته، مگر علامه حسن زاده آمولی شما نمیدونید چه بحثای دشمن خود است در این مباحث فلسفی گیرش. ابوذر بعد پناهور خدا، ما خاک پای نعلین ابوذر هم نیستیم. اینو باید فهم، اون فهمی که سلمان از امیرالمومنین داره ابوذر نداره، فهمی که اون فردی که در روز عاشورا رفت به خدمت امام حسین عرضه داشت که آقا نمازها، این یه فهمه، فهم حضرت عباس هم یه فهمه. چرا این حرف حضرت عباس به امام حسین نمیگه؟ یعنی تو بری به امام زمان بگی وقت نمازه؟ یعنی امام زمان نمیدونه نماز وقت نمازه؟ یعنی امام زمان خود نمازه، امام زمان روح نمازه. هر جا تو قرآن صلاتی دیده امیرالمومنین فرمود صلات تو قرآن ماییم، باطن اون صلات ماییم، ظاهرش بله دلو راست شدنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، میگه نماز آدم از فحشا و منکر باز می‌داره. بله خود همین نماز باز می‌داره، اما وقتی خود باطنی‌تر نگاه می‌کنی می‌بینیم داعشیام نماز می‌خونن، بدترین فحشا و منکرن. پس می‌فهمی آها نماز با روح ولایت علی ابن ابی طالب که از فحشا و منکر آدم باز می‌داره. آیه قرآن میارم میتون جوابم استعینوا بالصبر والصلاة، خدا میفرماد از چی و چی کمک بگیرید؟ از صبر و صلات کمک. صبر سخت‌تر یا نماز؟ علمای بزرگوار حاضر در جلسه همه نظرشون بر این بود که صبر سخت‌تره. جسارتاً خدا یه نظر دیگه داره. خداوند میفرماد فإنها، ها یعنی مؤنث به صلات برمیگرده. لکبیرة الا علی الخاشعین، میگه نماز خیلی سخت‌تره. پس میفهمیم اینجا معنی چیز دیگه است.
وگرنه خدایا بابا مرده، بچه‌م مرده، پدرم در اومده، دارم صبر میکنم، این سخته که 4 رکعت نماز خوندن چی داری میگی خدایا؟ بله آره این تو راست میگی، صلات سختره چه صبر سختره. اما امیرالمومنین باز میکنه، حضرت میفرماد صبر پیامبر بود و صلات من، او را راحت پذیرفتن، به من که رسید کارشان سخت شد. 120,000 نفر قبولش کردن پیغمبر. از اون 120 نفر در روایت داره میگه تعداد کسی که امیرالمومنین قبول کردن به انگشته تعداد انگشته دوتا دست نمیرسید، او خمسن یعنی 5 تا 6 تا چقدر. مگه به این سادگی هاست؟ بعد ما اومدیم جشن آغاز ولایت امام زمانی رو داریم میگیریم که وقتی میری تو روایت ها میخونی آدم دیوونه میشه. صادق این خانواده، مکتبمون به اسم ایشونه، مکتب جعفری، امام صادق میفرماد اگر من او را درک میکردم تمام طول عمر خود را خادم او میشدم. یا خدا، امام صادق میخواد اهمیت چیو به ما بفهمونه؟ امیرالمومنین بالا منبر شروع کرد زار زار اشک ریختن، گفتن یا علی برای چی گریه میکنی؟ فکر کنم وسط سخنی گریهش گرفت حضرت. چرا گریه میکنه حضرت؟ فهمو شوقا لرؤیته، اشتیاقه که یه روز ببینمش. کیو داری میگی؟ گفت پسرم مهدی رو. چرا نمیفهمیم پس؟ در مورد ولایت کی صحبت میکنیم؟ لولا حجه، اگر نباشه حضرت حجت، لساخت الارض به اهلها، زمین اهلشو فرو میبره. دار و ندارمون، تمام زار و زندگیم به واسطه وجود ایشون. با چقدر حواسمون هست، چقدر تو زندگیمون جا داره ایشون، بسم الله. چقدر حضور ایشون باعث شده که من گناه کمتر کنم، چقدر حضور ایشون باعث شده رشوه رو نگیرم، باعث شده رشوه رو ندم، باعث شده دروغ نگم، باعث شده به زن و بچه‌م ظلم نکنم. پس میبینیم اون یعرف نیست، یعلمه دیگه. میگه به امام زمانی هم هست. بله، مردم وقتی امام زمانشو نفهمن، امام زمانشو اصلا حالا چه در غیبت چه جلو چششون، به پیر به پیغمبر فرقی نمیکنه، به والله فرقی نمیکنه. تاریخ داره میگه امام حسین مجلس ختم میگرفت، روزه ابا عبدالله میگرفت، میشست رو صندلی، مثلا مثال امروزیش میگم، نمیگم الزام رو صندلی میشست، یه منبری دعوت میکرد، یه مداح، یه شاعر دعوت میکرد، روزه میگرفت، مردم میمدن گریه میکردن، فوش میدادن به یزید، سلامی فرستادن بر امام حسین، حسین زمان خودشون رو صندلی نشسته بود جلو چشش مظلوم، یزید زمان خودشون هم هارون و مأمون سر رو بارو گندازشون میچرخن. و شیطان اصلا مشکلی نداره تو فقط به یزید فوش بدی که اینقدر فوش بده تا جونت دراد. اون یزید برش لعنت بادا، من قائلم اون شخص اصلا موضوعیت داره لعنه بر اون آدم، اما وقتی تو من و تو سوزنمون گیر بکنه فقط رو همون یزید، این اصلا خواسته شیطونه. امام حسین میفرماد مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. صحبت مثل حسین بودن است، صحبت مثل یزید بودن است. باید مثل حسین بشی و از مثل یزیدا بدت بیاد. بعد پا روزه علی اصغر از حرمله فقط بدت نید، از بچه کشا بدت بیاد. میشه یه نفر پا روزه امام حسین بزرگ بشه بعد حالش از سعودیا به هم نخوره به خاطر کاری که توی یمن دارن میکنن، حالش از اسرائیلیا به هم نخوره به خاطر بچه کشی ها که دارن تو فلسطین دارن انجام میدن؟ اون موقع نمیخواد بحث بکنی که آقا رو دوشک کشتی با این بباز ببر نمیدونم فل چی میشه به میفهمه طرف خودش. می من تو رو به رسمیت نمیشناسم، من تو رو به رسمیت بشناسم به رسمیت شناختن همه اون ظلم هاست. نمیبینمت، من اصلا تو رو قبولت ندارم، تو از که تالا کشور شده برو گمشو کنار. آقا قواعد بین المللی به هم نزنید، اونا دنیا اینا به رسم شه. بابا اینا خودشون استاد به هم زدن قواعد بین المللی هم به قرآن. کل کره زمین ماشینا اینوری رو میرن انگلیسی ها برعکس. کارخونه های ماشین سازی برای اینا باید ماشین چپکی تولید کنن. حاضر نیستن خیابانشون رو تغییر بدن.
حاضر شدن تا الان؟ فرمون بعد اون ورش. یه برای ما جدا باید بسازید. چه قاعده؟ ما حال کردیم ماشینمون چپکی بره. پس نگید این حرفا رو. خوش استاد به هم زدن همه قاعده ها. اینا میگن نماز بخون، روزه بگیر، حج هم برو. فهمیدی؟ همین کاری که دوست داری بکن. منتها جسارتن با یزید کار نداشته باش. مثل دینداری عبدالله ابن عباس، مثل دینداری عبدالله ابن زبیر، مثل دینداری عبدالله ابن عمر و یک جاهای عبدالله ابن جعفر. تعارف نداریم. یک جاهایی میگن آقا چی کار داری یا حسین، تو سرت درد میکنه ها، حالا چی کار جا بشین بیعتی هم میکنه، نماز هم میخونی دیگه، بیا بشین درسی تفسیر قرآن را بندازیم. امام حسین اگه میخواست نجنگه، بالای 100 تا دلیل فقهی داشت که نجنگه. بهت بگم تقیه میکنم، جون زن و بچه‌م در خطره، من به خاطر من بقیه نباید کشته بشن، خب خدای من موندنم الان مفیدتر از رفتنم، یعنی میدونم وایستم علیه اینا کار فرهنگی کنم نمیدونم چی. نه عزیز من، یه بچه اینجا نشسته میگم بچه مدافع حرمه، ما بشین اینجا کار بابا ایشون هم میتونست بشین اینجا کار فرهنگی بکنه، فقط کار فرهنگی لازم، اشتباه برداشت نکنید، اما یه جاهایی دقیقاً باید اسلحه دستت بگیری، شمشیر بگیری، بری تو چش، تو چش دشمن وایسی بزنی تو صورتش. اگه همسال بابا این بچه نبودن الان من شما اینجا نشسته بودیم، به جای کار فرهنگی کار فرنگی میکردیم. واقعیته. دینداری و معنا کردن اهل بیت برای ما، وگرنه ببین به من و تو هم میگن مسلمون، به اون داعشی هم میگن چی؟ مسلمون. به من و تو میگن جمهوری اسلامی، به اونو میگن دولت اسلامی، اسلام استیت، داعش دولت اسلامی عراقشون. چه اسلامی؟ همین که دلار راست بشی، قبل انقلاب یه سوال من دارم، ما نماز نمیخوندیم قبل انقلاب، ما روزه نمیگرفتیم قبل انقلاب، حج نمیرفت، او بوده که قبل انقلاب عزاداری امام حسینی هم که منتج فقط چیز به آینده بشه، نه محصور در گذشته باشه، با اونم مشکل. اصلا بریتانیا، سفارت بریتانیا پول هیئت‌ها رو هم میداد، قیمش هم میداد، خوشمزه هم درست میکرد. والا ما عزاداری که از توش امام زمان در نیاد دو قرون نمیارزه. تو بری برای امام زمان 1400 سال پیش گریه کنی، امام زمان وقت خودت، زمان خودت، دست تو گریان باشه. و چه دینداریه این؟ دینداری دینداری است که طرف خلیفت الله قبول نداره. این زمان امام حسین هم میبود بین منافع شخصی خودش دوست داشته امام حسین روش این وقت کشم که گریه کنه، سر تو ببر زود سر رو ببر تمومش کن، کرد دیگه. عمر سعد همبازی امام حسین بود. عمر سعد نهید امام حسین رفت تشر بهش زد، حالا میگن اونم رفته مذاکره کردن هم چی چی فلان. بابا نگاه کنید، من چیز به شما بگم، من گرایش سیاسی من مشخصه، هم میدونم من نه چپم نه راستم، این چیزام بدم میاد، چون اصلا از نظر من این نفر باید عاشق کشورش باشه، عاشق اسلامش و دینش و مذهبش. چپ و راست رو نمیفهمم، من متوجه نیستم، فلذا اینا ماندگار نیست، از بینم داره میره دیگه. چپ و راست سیاسی معنی نداره، داره تبدیل میشه به انقلابی و غیر انقلابی، یه عده محدودی هم ضد انقلاب، این دیگه معنی نمیده، دارن سری دارن تفکیک میشن. اینا هم تفکیکا لازم، آخر روز زمانی تفکیکا باید صورت بگیره، قبل از ظهور همین تفکیکا باید صورت بگیره. اینا من متوجه نمیشن. اما ببین اگه بحث سیاسی داریم میخوام بریم مذاکره کنم، مذاکره کنم به امام حسین اونجا چیزا ربطش نده، امام حسین رو خراب نکن. یه روز یه بند خدای اومد، ببین پدر منو در آورد نزدیک نیم ساعت، مسائل فقهی و بالا پایی میکنم، گفتم پدر بیامرز، من یک کت شلوارم تنم، درسته حالا چند وقت حوزه درس خوندم، من شایستگی پاسخ دادم به شما، زنگ بزن دفتر مرجعت بپرس، این کوچلو من کوچلواری ام، من جوابتو نمیدم. بابای ما رو در آورد، من آخرش فهمیدم بابا این میخواد بره با دوست دخترش هر کاری خواست بکنه، دنبال این بود اوکیشو من بدم. خب
گفتم ببین تو میخوای کار رو بکنی دیگه، من نمیتونم جلو تو بگیرم، منطقه ما اسلام مالش نکن. ها تو که میخوای کار تو بکنی به منم ربطی نداره، این کارم نکن. فکر کن همین بلا سر خواهر خودت بیاد خوبه؟ منطقه دنبال اسلام مال، آخه یه دنبال اسلام مال کردنشن، باید دنبال چیزا نباشه. اون که واقعیت دارم من میدم چیه، کتاب ارشاده میگن. اونجا میگه امام حسن با عمر اصلا تشر زد، بهش گفت ویلون لک، وای بر تو، بلند شو بیا تو سپاه من با هم کشته بشیم. بیا این وقت همون تشر که امیرمان به زبیر زد، گفت چیکار میکنی زبیر؟ یادت با پیامبر بودی پیامبر اینطور فرمود گفت یه روزی این اتفاق افتاد زبیر داری خراب میکنی. ها زبیر یه لحظه به خودش اومد جنگو ترک کرد، اما بازم جهنمیه. چرا؟ چون جنگو ترک کرد. قرار نیست جنگو ترک کنی. ما یه خودی داریم یه ناخودی، نخودی نداریم این وسط بذاری بری. زبیر شمشیر نکشید علی امیرالمومنین تو جمل، ترک کرده جنگو، اما بازم جهنمیه. امیرالمومنین بالا سر جنازه‌اش رسید و فرمود القاتل و مقتول کلاهما فی النار، خودشون هم کشتنش. اما بنی امیه و بنی کار مروان بود کشتنش، که چون داشت از سپاه میرفت یه تیکه گنده از سپاه میکن با خودش میبرد، گفتن بکشیدش. حضرت بالا سرش رسید گفت این جهنمیه، گریه کرد، دلش سوخت بالش، یادش افتاد چه روزا چه شمشیره این آدم در دفاع از پیغمبر زد، جیگرش سوخت بال زبیر. نه که بری کنار، نه، این هور هور کنار نرفت، اومد تو سپاه امام حسین. سیاه یا سفید بذار کنار بقیه بازی ها رو، خاکسترین وسط نداریم، توسی و این چیزا، این قراقاتی ها و شطرنج ها اینا نیست، یا این ور یا اون ور. این بازی فردوسی پور گزارشگر نمیخواد، میری تو زمین یا تو این تیم یا تو اون تیم بازی باید بکنی. آخر الزمان گزارشگر نمیخواد، بعد بری بازی کنی تو زمین. یا جبهت جبهه فازاره و تجارتا او لهو انفذوا الیها، یا جبهه تجارت و بیزینس و لهو و لعبه، یا جبهه اون آقایی که میگه تو ترکوک قائما و تو را ترک کردن تنها و ایستاده. آیه قرآن نه اینجوری بهش نگاه کرده بودی؟ این آیه شأن نزولش هم به پیامبره، اما در رابطه با همه اهل بیت میگه چرا قیام شکل نمیگیره؟ امام که قائمه، او ایستاده است، لقبش هستن اینه. چون بهتون بگم سر مردم تو آخر تجارت و لهو و لعبه، فقط دارن به این فکر میکنن صبح و شب چجوری پول در بیارن، بعد چجوری پول حرومی و شبهناک و کج و کله که در آوردن تو کدوم فسق و فجور خرج کنن، کدوم فسق و فجور خرج کنن. به خدا یه تجارت یه لهو و لعب، تو کدوم مهمونی خرج شه؟ طرف پول داره خرج میکنه، مهمونی میگیره، کسای دیگه بلند شمه تو خونش گناه کنن، نه مهمانی صله ارحام ها، اون مهمونی که میدونید من چه میگم. ببریم پول بریزیم تو شکم اردوغان بده به داعشی، خود مردم ترکیه میگن اردوغان از داعش حمایت میکنه، خودشون میگن، خودشون معترف. وای ترکیه استاد دانشگاه بود، ژنتیست بود، داشتم صحبت میکردم میگفت اردوغان 2000 عربا، یعنی 2000 یا 2000 2000 عربا یعنی کامیون، گفت 2000 بالای 2000 کامیون فقط سلاح داده به داعش، یعنی وارد عموم مردمشون هم شده، مردمشون هم میدونن. بسم الله برو پولا رو بریز تو شکم عمو اردوغان، آره اونم بلده کجا بده پولا رو. این هم یه نوع خرج کردنه دیگه. پیامبر داشت خطبه میخوند، یه کاروانی از شام رسید، این کاروان که میرسید داره تنبکی داشته، تبلی میزد، شیپوری میزد، مردم میفهمند کاروان رسیده. وسط خطبه های نماز جمعه بود، برخی از تفاصیل نوشتن 8 نفر بعد از 12 نفر بیشتر نموندن، کل مسجد خالی شد. فکر کنم اینجا دارم سخن بلا تشبیه، بلا تشبیه 1000 بار بعد فکر کنم اصلا من سخنرانی میکنم یه وانتی اینجا رد بشه منطق ارزون قیمت بگی ها، بعد یه برگرد بیم چه دندقب همه دارن در میرن، 10 نفر موندن سوره نازل شد سوره جمعه.
گفت و ترکوکه ترکت کردن قائما، تو وایسته بودش و ایناس خطبه میخون، فقط اینا لهو لهو تجارت ببینن، یه صدا داری تنبکی بشنمه، آخر الزمان عرصه تجارته، قابل قیاس نیست با زمان پیامبر، آخر الزمان عرصه لهو لهو، قابل قیاس نیست با زمان پیامبر. لهو لهو زارو زندگی تو میگیره، هیچ امونی ازش نداری، گوشی تو با میکنی لهو لهو، این ور در و دیوار نگاه میکنی لهو لهو، تو خیابون داری رو میری قیافه ها رو نگاه میکنی لهو لهو، ما چیکار کنی؟ فلزا منتظرای مهدی جز گردن کلفتان، جز نشونه داران. میفرماد منتظر مهدی مانند 70 شهید جنگ بدر است، چون خیلی مرده. تو دل این همه سر و صداها، این فیلم ها یه هایی سکوت میشه، یه انگار میزنه دکمه روحش رو روشن میکنن، دکمه اذن الرحمن و اذن الشیطان. خدا فرمود دوتا شنوایی شما دارید، قلبتون دوتا گیرنده داره، یکی مال شیطونه یکی مال خداست، یکی خدا رحمن. میزنه اذن الشیطان خاموش میکنه گیرند تو دل اون فیلم سر و صدا، یه هایی سکوت مطلق فراهم شه، فقط دنبال صدای امام زمانش میگه دمش گرم. اون تو سر و صدام زیاد داده، میگن دجال یه خری داره، یعنی مرکب، خری یعنی مرکب، یعنی کارش راحت میکنه، میسر میکنه. دجال صهیونیسم جهانی به واسطه یه مرکبش رسانه خیلی یاره میبره جهنم، خیلی یاره میبره جهنم. با من چکار کنم؟ روایت داره، روایت میگه که آخر دجال هر تار موی از مرکبش یه آهنگی ازش در میاد. چی رسانه است؟ میگه گوش میکنن سحر میشن، میگن تارای مو رو میگیرن، این کانالای رسانه‌ای رو میگیرن سحر میشن. آره. طرف 50 سال میاندار بوده، پسر خالش آوردن پیش من با واکر راه میرفت، پیر مرد بود، یه وسیله هست که میگیرن بتونن راه راه برن. ما گفت تو رو خدا بیاین پسر خاله ما رو نجات بده، 50 سال میاندار هیئت بوده، الان میگه برو ببین دماد اهل بیت چیا میگه. گفتم چرا اینجوری شده؟ گفت نشسته با این شبکه‌ها. میه توسل به اهل بیت شرکه، یعنی دقیقا رسید به دیدگاه شیطان. شیطان میره چی میگه؟ میگه خدایا جسارتا شما خودت متوجه نیستی من به غیر تو سجده کنم شرکه. خدا میگه سجده کن. نه خدایا تو متوجه نیستی، من به غیر تو نباید سجده کنم، زشتی اصلا، با توحید در تضاد، شرکه، من موحدم. او هم خلیفت الله قبول نداشت، این احمق هم خلیفت الله قبول نداشت. حالا تو این عصر، تو این زمان که اینجوری داره دنیا داره پیش میره، یک عده‌ای یتبعون للمهدی سلطانه، میگه پشت مهدی وای میستن، تو آخر زمان یه قومی هن، یه تو دل تمام این سر و صداها حواسشون پرت نمیشه، نه میترسن که زبر الحدید، مثل پاره های آهن هن. دلاشون مثل آهنه، حواسشون رو پرد نمی کنه این زلم زیمبول این رنگ و لعابا. رسول الله فهمود یا علی اینا میان تو آخر الزمان، اکثر هم یقین ها، اکثر کسی رو نداریم بنداز اینو یقین داشته باشه، بنده های خدا، اکثر هم ایمان و اکثریت ایمان و اعظم هم یقین ها، بیشترین ایمان و یقین رو اینا دارن. یا علی اینا من و تو رو ندیدن، امام هم فی حجاب، امامشون تو حجابه، اما یؤمنون به سواد علا بیاز، به سیاهی روی سفیدی، به جوهر ایمان میارن. یعنی یک عده 100,000 نفر 90,000 نفر 60,000 نفر چقدر رفتن بالای جهازه شطور، دستتو گرفتن بالا، میگم من کنت مولا فهاز و علی و مولا، میزنن زیرش، اینا بعد 1400 سالی مطلب رو میخونن قبول میکنن. اینا دیدن قبول نمیکنن، حرکت لبه های منو دیدن یا علی قبول نمیکنن، او بعد 1400 سال قبول میکنه. عربم نیست الزامن، از فک و فامیلای ما هم نیست الزامن. یؤمنون به سواد علا بیاز. یا علی اینا چه جایگاهی داشته باشن؟ عین اخوانی، کجان داداشام؟ صحابه گفتن ما اینجاییم. فهم نه خد جسارتا شما صحابه منید. گفتن برادرانم. و کار سخته. اگه فکر کردین فرمزه آقا خیلی آسونه دین داری، نه عزیزم دروغ، من که مشکلات مت کشورمون داریم، جمهوری اسلامی داریم، بر مردم که بچه گول میزنی، واقعیت رو بگید به مردم، دین داری سخته،
جوان دینداری سخت، میفهممت وقتی تیپا رو تو خیابون میبینی، میفهممت، میفهممت وقتی سن ازدواجت رفته بالا، این محرک ها هم هست، دسترسی تو به گناه زیر چند دقیقه است، اراده بکنی تمومه، یه وای فای وصل میکنی لازم نیست بری مواد بخری، ساقی میره در خونتون، میدونم زنگ میزنی الان با موتور خودشون میان در خونه بد میده، زنگ میزنی مشروب میده در خونه میده، زنگ میزنی نصاب میده خودش برات نصب کن، تو زحمت نمیکشی. من میدونم کار سخته، فرمود مثل نگه داشتن آتیش توی کف دست سخته دیگه. حالا بسم الله میخوای اون کسی باشه که تو این سیل میگردوندت، میغلطوندت، میبردت، یا نه میخوای وایسی محکم با خودت، نه تو رو تو گوره من میذارن نه من تو گوره تو. اون دنیا عمره من نمیشناسم، تو هم من نمیشناسی، من که سلام باباتو نمیشناسی، داداشت هم نمیشناسی، یوم یفر المرء من اخی، قرآن میگه داداشتو نمیشناسی، دست داداشت در میره، کی میخواش بذار بغل لسه اینجا تو میخوای بشناسی؟ تموش مونتا. ما بعد بگیم اوسیکم و نفسی، اول خودم میگم بعد شما، بعد بگیم اینا رو. شاید یه سری از این حرفا که من دارم میزنم خودم هم نتونم انجام بدم، من چی میگم، شاید یه عالم بی عمل باشم، دروغ بگم دیگه، نه همشو دارم عمل میکنم، دروغ بگم، شاید یه جایش دستم در بره، اما حق اینه، بدونید این مردم، اما حق اینه. طرف میگفت آقا فقط حکومت مال علی، فقط مال علی، مال علی، از امیرالمومنین دفاع کرد، امیرالمومنین حاکم شد، بعد این یه دزدی کرد، متاسفانه دیگه شیطون دید جلش رفت، دزدی کرد، تمام شرایط قطع کردن انگشتان برش صادق بود، امیرالمومنین هم گرفت، دستگاه قضایی امیرالمومنین دست انگشتش هم قطع کردن، داشتن میبردنش، منافقای کوفه گفتن خب حکومت به علی هم رسید، گفت خدای دمش گرم، برای همین عاشقشم، دیدی عدالت در مورد منم اجرا کرد. یه جای شاید اون آدم عامل نیست به حرفش، اما چیه؟ عالم که هست میدونه که خیلی از شما هستید اراداتون خیلی از من نوعی بیشتره، خیلی بیشتره، این حرف مال اونا. یه لحظه اراده میخواد، پیر و جوون هم نداره، یه آقای نمیدونم، بعضن بعضی جلسات ما میاد، شاید از تو جلسه باشه نمیدونم، الله چهره مبارکش نمیدونم، ایشون یه سخنرانی داشتیم که از این حیات اومد، گفتش که دمت گرم فلان، به همون گفتم چه، گفت پاد یکی از این منبرای شما من تغییر کردم، حالا من واقعا بنا ندارم اینا رو بگم، الحمدلله از این موارد زیاده، بعد گفت منتها من فرق میکنم برام، گفت به من یه عمرمو تو کاباره بودم از قبل، سن و سالش سفید کرده بودم به خدا کامل، بعد گفتش که من با کدوم خواننده کدوم کار موسیقی رو انجام دادم، کار موسیقی بود، اسمای خواننده‌های اون ورابیر مور که بعضشون مردن، سن و سال ازش گذشته بود، یک لحظه گفت آره برگشتم و رفتم کربلا تو بین الحرمین عهد بستم، یک دست جام باده و یک دست زلفیار، رقصی میانه میدانم آرزوست، یه جایی مثل بین الحرمینه، یه بر حضرت عباس و یه طرفم ابا عبدالله، اونجا این رقص یعنی این شادی و سرمستی الهی، از این جهت آدم باید ببینه، اراده آدم بکنه. حضرت سلمان پیرمرد بود، از پیامبر خیلی سنش بیشتر بود زمانی که ایمان آورده پیامبر، امیرالمومنین با شوخی میکنم گفت یا علی من سنی ازم گذشته، انقدر با من شوخی نکن، یعنی من اینا خودش شوخی بود، یعنی فکر نکنید، یعنی دمش گرم، اینها حجت تموم کردن برادر. از جوون از عمو حسن زمان جنگ بگید، پیرمردی رفت جنگ جنگید، تو اون بچه چه میدونم مرحمت بالازاده 12 ساله شهید اردبیلی، که وقتی بهش گفتن نه یا جنگ تو بچه‌ای، گفت بنویسید رو کاغذ امضا کنید قاسم ابن حسن و عبدالله ابن حسن تو کربلا نبود، من باش میرم، گفت بنویسید من میرم خونه میشینم گردن شما، حجت بر ما تموم شده. پس نگاهمون آقا ما شناخت پیدا کنیم، بعد مطالعه کن راجع به اون زمان، بشید منبر گوش کنید، بشید سخنرانی گوش کنید، بشید کتاب بخونید، محبت امام زمانم تو دلا باید زیاد بکنیم،
به نیابت از امام زمان صدقه بدید، برای سلامتی صدقه بدید، به نیابت از امام برای یه صفحه قرآن بخون، یه صفحه قرآن، یه حمد و سوره بخون، یه سوره کوچیک بخون، تقدیم کن به امام زمان، زیارت میری امام زاده، یه حرم امامی، به نیابت از امام زمان این کارو بکن، ارتباطو برقرار کن، تو یه قدم بری او 10 قدم میاد، به خاطرش گناه بذار کنار، کار سخته رو بکن. ما تا موقعی که ائمه دین با حوزه خودمون کاری نداشته باشه مخلصشون هم هستیم. مثلا امام حسینی که با گناهام کار نداشته باشه همه مخلصشن. ها دیدید؟ تا امام حسین یه خورده بخواد یکی از فرمایشاتش مثلا در اومد جلو من گره گفت من مشروبم میخورم مخلص امام حسین هم هستم. گفتم اون خودت میدونی، منتها من یه چیزی رو میدونم. گفت چی؟ گفتم اونجایی که سر مبارک حسین تو تشت بردن اونی که مشروب میخورد یکی دیگه بود، تو شبیه اونی. نه ابا عبدالله، بچه ریخ به هم و نمیشه که با تکلیف خودمون روشن بکنیم. بشین از اون کار که سخته، ولی من میدونم خانم، میدونم این روسری جلو کشتن سخته، به قرآن میدونم، به خدا میدونم. ببین چند تا نامه بر ما مینویسه اینا رو میگم، سخته اصلا، اساسا دین نگشتن کف دست، آتیش کف دست سخت، کار سخت‌تر رو باید بکنید. همونجوری که این جوان خودشو داره حفظ میکنه سخته، کار این سخت‌تر از توه. ببین چرا؟ چون تو یه حجاب تو رعایت می‌کنی، یه تو خیابون دیگه به کسی چه؟ ها؟ این بدبخت نمیتونه راه بره تو خیابون. چپ هستن، راست هستن، بالا تو جوب، همه جا ریخته. بعد این جوشکاره دن اینا بگیره جلو چشش راه بره تو خیابون. عرصه آخر و زمان عرصه بشین یکی بیاد یه کاری بکنه نیست. انتقام الله مسنا و فرادا. پاشید آقا پاشید، بس دیگه، بشینیم آقا دولت یه کاری کنه، بشینیم سازمان تبلیغات یه کاری کنه، بشینیم نمیدونم چه میدونم فلان مجموعه یه کاری بکنه، بشینیم اینا رو ول کن. بله باید خودشون، اگه قرار بر این بودم زمانی که حمله نظامی به ماشه، آقا بشینید ارتش بره دفاع. پای من ارتشی بازنشسته است آقا، بشینه من. اگه به اون بود که بابا اون موقع بنی سعد رو اون داستان اعدام ها یه سری ارتشی یه سری فرار اصلا شلم شوربایی بود، اونجا چی شد؟ مردم خودشون آتش به اختیار این برنوش رو ورداشت، اون زنه نمیدونه چیکار بکنه، روغن داغ میکرد میپاشه کله عراقی ها. چیز دیگه نمیدونه که برق بس میگه به دستگیر ده بود چیکار کنم؟ بلند شما یه هدف بود، هدف واحد بود، این شهر نباید سقوط کنه. الان هم هدف یه چیزه، این شیعه خونه امام زمان نباید سقوط کنه. آتش به اختیار، بسم الله، هر کاری دست برمیاد انجام، هر کسی. آقا مایه داری دو تا خونه بساز بده دست دو تا جوان، بگو تا دو سال سه سال ازت اجاره نمیگیرم. کجا شناساییش کن؟ تو مسجد، تو مهدیه، تو حسینیه. پسرم چرا ازدواج نمیکنه؟ پول ندارم. بیا برو دو سال خونت با من. این خدمت. میدونی چرا؟ چون وقتی ازدواج بکنه گناه نمیکنه، وقتی گناه نمیکنه گناه مانع ظهور دیگه، یه دونه از راهای موانع ظهور برداشتی. دیدی کار کردی؟ آقا مهندسی، خونه ها رو واسه شیعه های امام زمان داری میسازی، درست بساز. رفتگری، زیر پای شیعه ها رو تمیز جارو کن. معلمی، بچه های امام زمان بهت سپردن و سر کلاس دارن میان و روزمرگی داشته، روزمرگی نشه. خب بچه ها کتاباتون فلان به همون اینا نه ها، هر روز یه اتفاق جدید ها، پوستت کنده است بابت اون تیریبونی که به دست داده. اگه من اینجوری هرس میخورم موقع حرف زدم، من هرس میخورم خدا شاهد. سخنرانی ها برام تکراری نیست، یه موضوعش ولی صد بار همینو برم صحبت بکنم صد مدل حرف میزنم، چون خودم هرس میخورم. چرا؟ چون میدونم اون دنیا پوست منو خواهم کند بابت این منبری که بهم دادن. میگه خب اینقدر تایم بندگان منو گرفتی، چی گفتی؟ یه جواب پس بده. پوستمون کند است. بعد یک سال روزی 6 ساعت بچه ها دستت بودن، چیکار کردی؟ این بچه خودت سوختی یا نه حواست فقط به حقوقه بود؟ آخ جون تعطیلی، آخ جون سه روز تعطیلی در این بریم.
مسئول جمهوری اسلامی هستی شما؟ مسئول شیرخانه امام زمانی؟ کجای کاری؟ ربط تو با مهدویت چیه؟ ربط تو با امام زمان چیه؟ بابا به صحیفه امام بخونید، امام قریب به مضمون اینطور میگه اگه مسئولی تو جمهوری اسلامی دغدغه مهدویت نداشته باشه خائنه، خیانت کرده است. یعنی باید بگه ارتباط به ریاست جمهوری تو، رئیس قوه بودن تو، وزیر بودن تو، سفیر بودن، وکیل بودن تو با مهدویت و امام زمانت که صحابته مشخص باشه چیکار کردی؟ آقا بودجه ندادن فلان به ما. بابا قد اون بچه کوچوله یتیم عراقی هم نیستی که هیچی نداره بیاد پذیرایی بکنه، میاد وای میسته میگه بیا من پاهاتو که میتونم بمالم، که دست که دارم که. یک صحنه های ما رفتی دیدید دیگه، میدونی پسر هیچی نداشت، یعنی دستمال کاغذی نداشت بگیره وایسه. بعضیشون دیدی که دستمال کاغذی میگیرن تو مسیر که تو راه تو آفتاب میای عرقتو پاک کنی. هیچی نداشت. میدونی چیکار میکرد؟ میرفت اول میرفت وای میسه تو صف، غذا میگرفت، میومد میداد به ظاهرم. میگفت تو صف که میتونم وایستم که. آتش به اختیار. آتش به اختیار یعنی سلول‌هایی که برای یک شبکه عصبی میزنه، نه اینکه هر کدوم فاز خودشو میزنن. این یکی میگه شرقو بزن، میگه بگه غربو بزنیم، نه. این به معنی نیست که فردا شروع کنن ملت رو بدبخت کنن، مردم بیچاره کنن، گیر بدن به گیراشون، به حساب نظام و انقلاب بذارن، آبرو بر اسلام و نظام و انقلاب هم نذارن. کجاست اون اکبر گنجی که خیابون ولی از پونس میکرد تو کله مردم؟ الان تو وان نشسته میگه امام زمان وجود نداره. بالا ایشون بعد از آقای محسن رضایی بپرسی، بگو اون زمان که از جبهه برگشتی رفتی دیدار آقای راستی کاشانی، بعدش رفتی دیدن امام، عقیدتی سیاسی جلسه گذاشتن، شما رو خواستن، آقای اکبر گنجی نبود داد میزد سرت میگفت تو ضد ولایت فقیه، چون اول رفتی دیدن آقای راستی کاشانی بعد رفتی دیدن امام. وایس جلسه شون صدا کل نیروی مسلح هست. آتش به اختیار یعنی لای مردم باشی، یعنی مال مردم باشی، یعنی با مردم باشی، یعنی طلب باباتو از مردم نداشته باشی. بچه بابای این بچه و این بچه هیچ کدومشون طلب از من و تو ندارن که من رفتم اونجا کششم از امنیت تو حفاظت بکنم. او رفته کار خودشو کرده. اونایی که طلب دارن اونا مال مردم نیستن، اونا نونشون تو طلب داشتنشونه، نون داره براشون، هیچ طلبی نداره. برو جلو پدر مادر شهید رو ججیری بگو بابا چه طلبی داری از مردم، حالا که بچه رفت تیکه تیکه شد، نصف پیکرش هم برنگشت، تو بیابونا افتاده بود، این خوراک حیوانای بیابون شد، سر بچه تو بریدن، دیدی فیلمش رو داشتن میبردنش، چه طلبی داری؟ ما طلبی نداریم، بچه مال خدا بوده، چیزی که مال خودش بوده گرفته. انا لله و انا الیه راجعون. برو به حضرت زینب بگو چه طلبی داری از خدا؟ حضرت جواب میده ما رأیت الله جمیلا فتقبل من هذا القربان، از ما این قربانی رو قبول کن خدا. پاسخ اینه. اونایی که طلب دارن از مردم، از مردم فاصله میگیرن. اونایی که نگاه عمودی دارن به مردم، اونایی که حریم مردم متوجه نمیشن، اونایی که به واسطه اینکه حالا یه ماشین آنچنانی سوار شده با شیشه دودی این ور اون ور بردنشو، چهار تا تو خط ویژه بردنشو، به واسطه برکت اعتماد خود مردم به اونها حالا به یه جایی رسیدن، الان رم کردن، آروغ بدمستی و سرمستی دارن میزنن، اینا هیچ ربطی به مردم ندارن، هیچ ربطی به مردم ندارن. خیلی هم بودن صدر اسلام از بیت المال اسلام و مسلمین و فتوحات چنان پولدار شده بودن. برید بخونید به همین زبیری که اینجا جلو امیرالمومنین وایستاد، برو بخون تو تاریخ نوشته بالای 50 میلیون درهم ثروتش شده بود. عرب اصلا عدد میلیون نداره، میگه الف الف، هزار هزار، یعنی 6 تا صفر. میگه وقتی طلحه رو داشتن ثروتش رو تقسیم میکردن، ورقه های طلا رو میذاشتن تنه درخت، میذاشتن با تبر میذدن تیکه تیکه میکردن که بدن انحساب ورثه کنن. میگه دستای اون کارگرا تاول زد، خوردن چاق شدن از بیت المال مسلمین، بعد وایستادن جلوی امام مسلمین آروغ بدمستی زدن. معلومه رم میکنه آدم. قرآن میگه اگه ایمان نداشته باشی نعمت بهت بدن طغیان میکنی، اما مؤمن شاکره.
خدا میفهمد بهشون بدم طغیان میکنن، بهشون ندم قر میزنن. این و فکر میکنه مثلا آقا این بلاها سر انقلاب پیامبر اومده، سر انقلاب امیرالمومنین اومده، سر انقلاب امام حسن مجتبی اومده، سر انقلاب امام حسین اومده، ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم سر انقلاب ما نمیاد. زبیر اونا داشتن از مسئولین انقلاب پیغمبر که بچه‌شون کله پاشون کنه. امیر مؤمنان میفهمند ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، چیزی نمونده بود زبیر از ما اهل بیت بشه، حتی نشا ابن المشموم عبدالله تا پسر شومش عبدالله بزرگ همین نذاش. بعد ما نداریم تو مسئولین که بچه‌شون کله پاشون کنه، نه نه دیگه، ما خونمون رنگین تره. این توهمات ببین، انقلاب حضرت موسی قارون داشته باشه، شکم پرست داشته باشه، مفسد اقتصادی داشته باشه، انقلاب ما نداشته باشه؟ انقلاب موسی رو عزیز دل من نه فرعون تونست غلطی بکنه، نه هامان فرمانده ارتشش. اونی که انقلاب حضرت موسی رو زد زمین، خدا فرعون کل داره دستش با یه چوب جمع کرد. با یه چوب، با یه عصا. اونی که موتور انقلاب حضرت موسی رو آورد پایین، قارونیزم و سامریزم بود. قارونگرایی فساد اقتصادی و سامری فتنه‌گری فرهنگی اجتماعی بود. هم قارون، آیه قرآن بخونه، کان من قوم موسی. قارون از خود بنی اسرائیل بود، از قوم حضرت و فامیل حضرت موسی بود، از خود لاویان بود، یعنی از 12 تا پسر داشت حضرت یعقوب دیگه بنی اسرائیل، از خود بچه لاوی بود. سامری میدونید که دیگه، سامری از نوادگان حضرت یوسفه، گوساله علم میکنه، حرف میتونست بزن. من یادتون رفته آقا جد من کیه ها، یوسف پیغمبر بود آقا آوردتون اینجا، حالا گیرم پدر تو بود فاضل، فضل پدر تو را چاسه. نه ژن خوبم حتما حاصل، اونم چقدر زیاد. بچه های مردم دنبال کار میگردن فوق لیسانس دکترات پیدا کنن، بچه چون از تیر و طایفه و تخم و ترکه فلان کسکه 19 سالگی سر کاره. نماینده مجلس میگفت و رفتم به یکی از این وزرای حالا تو یکی از دولت ها، اسم نبریم تا اسم بری، سیاسیش میکنن، سیاسیش هم که میکنن ذهنها یهویی بسته میشه دیگه، حقیقت رو نمیطلبن. تو مریخ که جمهوری اسلامیه اونجاست، خب بعد آره تو مریخ میگه نماینده مجلس برگشته به وزیر گفته من پسرم تو همین حوزه کاری تو درس خونده، مثلا چه میدونم مثال ها، مثلا تو وزیر بهداشت این پزشکی خونده، مثلا تو چه میدونم وزیر راه و ترابری این عمران خونده، مثلا این چیزا. بعد گفته بود که گفته آره کارشناس که دستشو بند میکنه، گفته باشه چشم انجام میدم میذارمش مدیر کل. گفته نه بابا این تازه لیسانس چیزی بلد نیستش، بذارش حالا یه کارشناسی فعلا. گفته نه ببین دمت گرم، کارشناسی تخصص میخواد، بذار هم بذارمش مدیر کل. این بوی تو رو میده، لازمه بالاخره تو هوای ما. میدونی بابای چند نفر در بود رفته بالا اون صندلی، جون کنده بر به دست آوردنش. آخ چه جونی بکنه اون بر، چه جونی بکنه. به خدا انقدر دلم بالا خریت بعضی از این مسئول میسوزه، خدا رو گواه میگیرم به این قرآن محمد بعضی ما نشستم بالاشون گریه کردم، خدا شد گریه کردم، یعنی شروع کردم شور شور عشق ریختم که بدبخت داری چی کار میکنی با خودت. یه حدیث بگم عرضم تمام شرمو کم کنم پاشم برم. پیامبر 10 درهم به تعدادی از صحابش هبه داد، هدیه کرد، یعنی پاکتر از این مال رو کره زمین گیر نمیره. هدیه اشرف مخلوقات، اصلا هدیه خداست، خود خدا تو جیبش پول در آورد داد. سلمان و ابوذر و مقداد و کیو کیو اینا داد و بعد فرداش بین نماز بعد نماز ظهر یا اینا رو خواست سپرش همین پارچه چرمی یه چیز میزدن رو سپر که نور آفتاب داغ نکنه، اونم کند که خوب داغ بشه، گذاشت اول نماز تو آفتاب عربستان. بعضی موقع آسفالت دیدی چه داغ میشه نمیتونی پاورن را بری رو آهن. گفت خب بیا اینجا آیا ابوذر. بله کفشتو در رو چشم یا رسول الله برو سپر بسته. آقا این داغه که بله میدونم داغه، برو رو وایستا چشم یا رسول. رفت شروع که پاش میسوخت و جلوزه بلیزش بلند شد این پارو برمشون که پارو میشه. گفت خب بگون 10 درهم و دیروز چجور خرچ کردی.
آی دو درهمشو نون خریدم، سه درهمشو زدم به یه خانومم، اون یه درهمشو دادم، چه آی گفت و اومد پایین، حسابی پاهاش سوخت. همینطور نفر آخر سلمان بود، گفت سلمان تو بیا، رفت اون روی سا، گفت چیکار کردی؟ گفت در مسجد دادم به یه نفر، پرید پایین. گفت شما گرفتم از این دست اون دست دادم، پرید پایین. بعد آقا رسول الله فرمود که اون دنیا همینجوری درهم درهم باید جواب بدید. تازه اول باید جواب بدید که از کجا چیه آوردید، بعد بگید کجا چی. تازه این سوال اولیه رو من نپرسیدم از کجا آوردیم، پول شما پاک بود، من داده بودم. فکر کن آقای امضا میکنه میلیارد اینور میشه میلیارد اونور میشه. نباید گریه کنی به حالشون؟ اینا دل شیر دارن والله العظیم. اینجوری و بعضی از همینا از من و تو این حدیثا رو بهتر بلدن. این دیگه آدم واقعا، این دیگه این میزان تحور، این شجاعت نیست، ببخشید اسمش خریته. شما یه بچه داره خوش میندازه تو آتیش، میگی عجب دل شیری داره، میگه بچه‌ست نمیفهمه بگیریدش. چی کار کنیم شماها رو بگیریم خودتون رو نندازه تو دل آتیش؟ اصلا انگار نه انگار پول بیتون مال بخورن، چاق بشن، چله بشن، بعد عربده بدمستی هم بزنن، مردم هم نبینن، یه نگاه بالا به پایینی از اون دور به مردم. عجیبه. چرا فکر میکنید قارون میره تو جهنم شما نمیرید؟ به خدا بدتره، اوضاعتون بدتره. او با انقلاب موسی اون کار که شما با انقلاب پیغمبر دارید این کارو میکنید. خدا قارون چیکار کرد؟ جلو چش مردم چشیدش تو زمین با ثروتش، یک پیام داد به مردم، ای مردم بدبختا بیچارا آخرش میمیرید، میرید تو زمین، هیچی هم با خودتون نمیبرید. میگه زمین آدم خور و زمین آدم خور و آدم زمین خواه، نه این زان و نه آن زین دست بردار، نه این اونو بل میکنه نه اینو بل میکنه. زمین خار، زمین دار، زمین گیر، نشد تا در زمین شد از زمین سیر، تا تو قبرش نکردم ول نکرد. الذي جمع مالا وعدد، فقط دارن پول زیاد میکنن، فقط 10 تا خونه کم میکنن 15 تا، بدبخت میخواد چیکار؟ مگه تو چند نفری بیچاره؟ آیه قرآن بخون در مورد اینا، الذي جمع مالا وعدد، میگه جمع میکنه و عددی زیادش میکنه، نه دو تا ماشین کم، 10 تا ماشین، 20 خواره زمین، بیچاره میخواد چیکار کنه اینا رو؟ بدبخت، اینا همش باید حساب پس بدی. بارها به خود بنده گفتن آقا بیا فلان جای مملکت مسئولیت قبول کن، من هیچ جا مسئولیت ندارم، استخدام هیچ جا نیستم، یک جا اگه هست بعد بیار یه سندی بیار آقا تو در اینجا حقوق بگیر، والله لازم استخدام هیچ جا نیستم. یک برهه 9 ماه مسئول مرکز مطالعات راهبردی اسرائیل شدم، 9 ماه بود، بابت اون 9 ماه هم 3 میلیون تومان به من پول دادن، بابت 9 ماه 3 میلیون تومان. اونم فکر کنم فقط پول رفت و آمدای من و انقدر تلفن برای اینا زدم تا 10 شب وایس اونجا کار بکنه، نمیدونم چی، فقط هیچ. میدونی چرا؟ برای اینکه میترسم، نه که من پیشنهاد ندم، میدن میترسم. یکی بابا آقا بیا چنه به کاندیدا بشی تو مجلس، اینا به رای میدن شما، گفتم میترسم، اونا که من تو مجلس خیلی مردن، دکمه رو میزنه اینی وری میشه اون وری میشه، یه برجام تصویب بکنیم یا نکنیم، یه مملکت، یه داستان، یه سرنوشت، یه شاخه جدا، اینا دلشیه دار. میدونید مسئولیت پذیرفتن تو نظام اسلامی، از اون طرفش هم بگیم بردگان فرد کلن همه شغلا رو بلکنه بزن در رن. نه، یک جایی هم اگه شما میدونی از تو بهتر نیست، لازمی وظیفت بری بگی، یه مطمئن باشی. اولا من این اطمینان خودم ندارم، دو بخوامم نمیدن اینا بعضی چرا جوری چسبیدن اون جایی رو. ما کلا 300 نفر داشتیم انقلاب کردن، همین 300 نفر میخوان کار تموم کنن، خودشون مسئولین بودن اینا، بقیه مردم هم کنه و هیچی. یه عبارت قشنگ رهبری تو سفر کرمانشاه داشت، اصلا همه یه سفر رو بذارید کنار، یه جمله رو بذارید کنار، اونم چی بود؟ برید کنار بذارید مردم رو ببینید.
این اصلا فقط مال اون سفر نبود. و منتها اصلش اینه که بودم برعکسه. برید کنار، اینجا آقا گفت برید کنار بذارید مردم رو ببینم. اونجا برعکسه. برید کنار مردم بذارید منو ببینن. یک عده اومدن اون لاب پر کردن. بعد بعضی موقع وقتی مثلا مردم رهبرش مصطفی میگه ای اینجوری عجب ما نمیدونستیم. ببین مردم کرمانشاه ببین چی میگن. سانسور میکنن آقا رو. باور کن تلویزیون سانسور میکنه. سایت دفتر رهبری خامنه‌ای داتایار یه چیز داده بیرون، یه فیلمی داده از دیدار رهبری با شعرا. شعر طنز جلوشون میخندن میخنده ایشون. خب میخند آدم میخنده چیزی جو با نمک تعریف کنه. پیغمبرم میخندیده والله ما داریم. امیرالمومنین هم میخندیده. بعد امیرالمومنین خیلی هم شوخ بوده. پیغمبر خیلی شوخ بوده. خوب بدونید. به جای خوبش رسید گفت وقت تمامه. باش. خب با اینه که رسانه دارن زیاد دوربرش نپله که اینا خطرناکن. شوخی میکنن. خوب دقت بکنید. آره بعد ایشون میخنده. بعد همون فیلمو کانال 2 هم پخش کرده. همون دیداره. خیلی جالبه. تو اون فیلمی که دفتر رهبری پخش کرده ایشون داره میخنده، حالت مثلا تو بلند هم داره میخنده. تو اون تیکه که صدا سیما پخش میکنه او تیکه شعرشی که میگه رهبری میشه داره اینجا میکنه. تیکه رفتن یه جا دیگه برسید. اینا خیلی خوبن. اینا من نمیدونم چی کارشون باید میکنه. آره برید کنار بذارید مأموم امامشو ببینه. این راه. این فرمان آتش به اختفا کرد یعنی چی؟ یعنی اگه اینا دور به از 100 تا فوش بر مسئول نوبت‌تر بود. فرمان آتش به اختیار اومد. این چرا؟ چون دانشجو رفتن جمعش قُر زدن دیگه. آقا ارشاد کار نمی‌کنه، سازمان تبلیغات کار نمی‌کنه، کجا کار نمی‌کنه؟ همچین اس بردن ها. وزارت خونه ها همه رو حاکمیتی و دولتی همه رو اس بردن دانشجو. بعد ایشون برگشت گفت اینجوری آتش به اختیار. تو که می‌دونی من چی می‌خوام، خب برو انجام بده. خودت دیگه خود می‌دونی. اگه این از صد تا فوش مثل اون مسئولین بدتر بود. من بودم همون روز میرفتم خودکشی میکردم. اعدام تاسوکی چه این سامورایی ها میکردن. والا گفت مردی از شنیدن این حرف اگر میمرد مرگ بر او روا بود. اینا رو درک کنیم. خودمون بلنش. خودمون کار کنیم. خودمون در یابیم. آقا میگی سلمون لمن سالمکم. من با هر کی تو رو آقا جون دوست داره دوستش دارم. بابا این کسایی که داریم باهاشون زندگی می‌کنیم محب اهل بیتن. این همسایه‌های ما محب اهل بیتن. این رفتار با محب اهل بیت نیست. این سلم با کسی که با اهل بیت داره کار می‌کنه نیست. این طرز همسایه‌داری نیست. این طرز رانندگی نیست. این زیراب زنیای برادر دینی تو بذار کنار. این غیبت کردن پشت سر برادر دینی درست نیست. این حرم لمن حاربکمه. ما دروغ میگیم اینی سلم لمن سالم، اینی حرم لمن سالمکم. من در جنگم با هر کی تو رو دوست داره. این خود یزیدی ها درست کنی. از فرداش فرداش هم لنشان کپ مرگم و علمان رایفو کجا مردم کجا معلوم آقا جون. از همین امشب ما بشیم تصمیم بگیریم. بشید موقع خواب یک دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه به اندازه وسعتتون با امام زمانتون حرف بزنید. گزارش بگه آقا به خاطر تو این گناهو نکردم، به خاطر تو این گناهو ترک کردم، به خاطر تو این عادت اشتباهو کنار گذاشتم. آقا دیدی میتونستم نگاش کنم، به خاطر گل روی تو نگاش نکردم، میتونستم این پولو بگیرم نگرفتم چون تو جلو چشم بودی. بعد ببینید اثر حضور امام زمان در زندگیتون. ببینید دیگه بسم الله امتحان کن. اونا فکر کردید اون خاندان خاندانی که شما به خاطرش اگه پول حرومی بگذری بهت اصلشو نده. سخت اشتباهی در شناخت این خانواده. طرف هر جا کمک به فقرا میکرد گوش کنید، هر کار خیری میکرد دفترچه داشت، مینوشت بستانکار خودم بدهکار علی ابن ابی طالب. دفتر داشت. لحظه مرگش گیر افتاده بود یا امیرالمومنین دید اومد بالا سرش دفتر رو باز کرد گفت حالا نوبت ماست بنویس. اسکونتش هم حساب کرد آقا چند برابرش گفت اینو دادی حالا بگیر. جاودانه میخواید بشید، میخواید خیر در دنیا و آخرت داشته باشید، پیوند بخورید با شجره طیبه اهل بیت. دار و ندار این مملکت از اهل بیت. امام حسینمون نبود، حضرت زینبمون هنوز بعد 1400 سال داره گره گشایی میمونه. قبر مطهرش اونجا نبود، مدافع حرم نبود، مدافع حرم نبود. الان اینجا تو شهره داشتیم میجنگیدیم با یکی از شاگردای اهل بیت بلند شد اومد اینجا. شدیم این حضرت سیدالکریم. قدر بدونیم
تعجیل فرج امام زمان. زاره برنامه ادامه داره، این جایزه مایزه که دارم میرن خبر خوبی در راه. صلوات نبی بفرمایید.